با سلام مجدد در ادامه برنامه هستیم. چندی پس از اعدام دلارا دارابی در حاشیه کنفرانس بین المللی علیه اعدام، همکار ما رضا کمانگر فعال حقوق بشر موفق شد که با آقای خلیل بهرامیان وکیل سرشناس دادگستری به گفتگو بنشینند که در اینجا توجهتون رو به گوشه هایی از این گفتمان جلب میکنم. آقای بهرامیان، یک موضوعی که اساساً تو الان تو شرایط فعلی که قرار داریم، ایران یکی از کشورهایی که بیشترین اعدام‌ها رو در سطح آن در رده دوم قرار داره و جدا از اینکه در رده دوم به لحاظ آمار قرار داره، به لحاظ جمعیتیش در واقع در رده اوله. یک مسئله دیگه اساساً مسئله اعدام جوانان زیر سن قانونیه که این مسئله فکر می‌کنی مسئله چیه؟ راستش این ما رو شوک کرده. اصلا به یه لحاظی وقتی که اخبار رو تعقیب میکنیم، وقتی که مثلا برای نمونه هفته پیش دلارا رو که در سن 17 سالگی مرتکب جرمی شده، الان تو دادگاه هم وکیل مدافعش اعلام کرده که به اصطلاح هنوز نمیتونسته به طور واقعی این مجرم باشه، ولی به هر حال اینا هنوز اعدام میشن تو ایران و این انعکاس ابعاد بین المللیش از یک طرف و به نوعی انسان رو ناامید میکنه. آیا واقعا ممکنه تغییراتی به وجود بیاد؟ همین تلاشی که شما الان تشریف آوردی قرلاندم در رابطه با مسئله اعدام میکنی، آیا واقعا به چه نحوی میشه این مسئله رو کلن تو قانون به شکل قانونی از بین برد یا حذف کرد تو قانون که بچه ها نباید اعدام بشن و حتی حکم اعدام نباید اجرا بشه؟ ببین، در قوانین ما وجود داره که اطفال زیر 18 سال نباید اعدام بشن. این که نباید اعدام بشن تعابیر و تفاسیر مختلف داره. که زیر 18 سال نباید اعدام بشن یه تفکر اینه که بذاریم 18 سالش بشه بعد اعدام بشن، ولی کلیه پرنسیپ های حقوقی این رو مطرح میکنه. اون پارامتر یا اون ضابطه تشخیص برای مجازات، اون سن سال و شرایط زمان ارتکاب جرم هست. من اعتقادم بر این نیست که فرد بچه تو سن 15 سالگی 16 سالگی 17 سالگی دست به عمل خطایی بزنیم بذاریم بعد 18 سالش بشه بعد اول حکم مجازات اعدام برش بعد 18 سالگی اعدام کنیم. این رو من نادرست میدونم، چون ضابطه در بد و امر اون زمان ارتکاب جرم که کلن وقتی که میگه بچه نباید اعدام بشه، منظور اینه حکم اعدام نباید صادر بشه. وگرنه ما بیایم بچه 12-13 ساله رو محکوم به اعدام بکنیم بعد بذاریم 18 سال بشه اعدام کنیم، یکی از بهانه هایی که اینا میارن. بیاد کردم ببین مسئله که هست اینو عرض میکنم. اینکه در مورد پرونده این خانم که من وکیلش نبودم، پرونده رو نخوندم، اظهار نظر نفیم و اثباتن در این قضیه نمیتونم بکنم که من وکیل دادگستریم، حقوقدانم، تا پرونده رو دقیق نخونم اظهار نظر من درست نیست و وقتی هم میخونم نظر حقوقی دارم. حکمی که قاضی صادر میکنه اون در هر صورت شما که دادگار قبول داشت یا نشوشی قاضی هست و صادر کرده. در همین پرونده دلارا اگر دقت کرده باشید، رئیس قوه قضاییه آیت الله شاهرودی دستور سریع میده که از جلوگیری کنه از حکم اعدام که بتونید نظر خانواده مقتول رو جلب کنید که این بچه اعدام نشه. اما جریانی هست که استنباط من اینه که شاید خواسته باشه بحران آفرینی کنه برای این کار، مخالف آیت الله شاهرودی باشه. تا اونجایی که من شاهرودی رو میشناسم، این همیشه سعی کرده جلوی سر صدا ها و بحران ها رو بخوابونه که آرامش ایجاد بشه. که حداقل ببینید، اصولا در سیستم اسلامی یعنی حقوق ایران، حذف مقوله اعدام بیکار بسیار مشکلیه، چون ضوابط اسلامی اعدام رو تجویز میکنه. اما ما ببینیم کشورهای اسلامی هستن که با توجه به حکم اعدام جایزه، مثلا در این کشورها در سال یک اعدام انجام نمیشه،
اینها جلوی اجرای حکم میگیرن. ما تمام تلاشمون اینه که اون نیروی متفکر درون دستگاه قضایی که در وضعیت فعلی نمایندگی این نیرو به نظر من رو خود آیت الله شاهرودی تا اونجایی که من میدونم داره، اینها تقویت بشن که بتونن جلوی این ارزم دوتون کارهای ماجراجویانه غیر اصولی گرفته بشه. حالا این اعدام این بچه چی چیزی رو ایجاد میکنه؟ وجدان اجتماعی رو به نظر من ناراحت میکنه، چه در سطح ایران چه در سطح جهان. این تبعات زیبایی نخواهد داشت. یکی از مشکلاتی که تو این مسئله اینا مطرح میکنن یا بهانه‌ای که به طور واقعی میارن اینه که اینا به اصطلاح چیز محکوم به قصاص میشن. چقدر این مسئله قصاص جنبه علمی داره در قانون؟ شما دقت داشته باشید اصولا کشورها به اعتبار سیستم حکومتی قوانین وضع میکنن که این قوانین رو اجرا میکنن. ما نمیتونیم قانون اروپا رو مستند قرار بدیم برای ایران، به قانون ایران رو مستند بدیم برای اروپا. هر جامعه‌ای برای خودش فرهنگ خاص خودش داره، اون هم این نوع فرهنگ ها به اعتبار رشد اجتماعی و تحول اجتماعی هست، تحول تاریخی یک جامعه هست و تحول در روابط تولیدی هست. در این روابط تولیدی نیروی مولده از جمله انسان در کنار روابط تولیدی تکنولوژی رشد میکنه. متاسفانه ما جامعه ما از جهات رشد صنعتی و اقتصادی ضعیفه. خب خانخواه در یه منطقی هستیم که سنت حاکمه. سنت ها نمیشه به سادگی کنار زد، این باعث در طول تحول تاریخی خودشو پالایش کنه. من به عنوان حقوقدان اعتقاد دارم که نقش روشنفکران، تحصیل کرده های مسئول در جهت ایجاد تحول بسیار 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 بالاست. به شرایط اقتصادی که الان ما داریم متاسفانه کمتر روشن فکری هست که این مسئولیت رو حس کنه و در جهت پالایش جامعه خودش حرکت بهینه داشته باشه. یعنی نگرش به آینده نداره، نگرش به بچه ها نداره، نسبت به نسل آینده کمتر احساس مسئولیت میکنه. و من از این قضیه متاثرم و بایستی این نیروهای تحصیل کرده، نیروهای بالنده، بالندگی خودشونو، تحصیلات خودشونو ثابت کنن که در خدمت جامعه هستن. ولی عجیب در بعضی مواقع میبینم که خود مثلا خب از مردم عادی ما زیاد انتظار نداشته باشیم، بایستی انتقال فرهنگ از طرف تحصیل کرده های جامعه داده بشه. به چقدر این مسئولیت اجرا میشه خودش جای بحث داره. بلد. و بعضی مواقع فاجعه بار، اما جوامع ایستایی ندارن. جوامع به صورت ارگانیک متحول میشن. هر جامعه با توجه به شرایط خاص اقلیمی خودش، اجتماعی خودش، میزان تحولات صنعتی و تکنولوژی خودش پیشرفت میکنه. امیدوارم کشور ما هم یه روزی برسه به این که هیچ انسانی اعدام نشه، همه در کنار هم با هم بخندن. من دوست دارم در همین رابطه یه سوال دیگه ای بکنم. قبل از صحبت هم گفتم که در آخر بخوام به این بخش بازم برگردم. اونم اینه که به طور واقعی میتونه اعدام مجازات باشه؟ چون عموما مجازات چیزیه که باید برسه. وقتی من مجازات میشم بعد باید بتونم به اصطلاح اون مجازات رو بکشم و دوباره برگردم. میتونم مثلا اگه اشتباهی مرتکب شدم بعد از اعدام، خب چه چیزی میتونه جای این کلمه، اصلا این کلمه مجازاته؟ بله، در سیستم، در تمام سیستم های حقوقی اعدام یه نوع مجازاته. اما سوال باز این باشه آیا این مجازات اثر بخشه در ایجاد اصلاح جامعه، چقدر میتونه مؤثر باشه؟ من اعتقادم بر اینه نه، اونچنان مؤثر نیست که هیچی، بلکه میتونه آثار عکس هم پیدا کنه. انتقام،
بله سیستم انتقام. ببینید قصاص اصولا یه پرنسیب مذهبیه که در اسلام هم بهش اجرا میشه، اعتقاد هست. ما این اعتقادی است که اسلام داره، این در نهایت یه پرنسیبه. حالا در خود مقوله اسلامی هم بارها تاکید شده تا اونجایی که میشه این قصاص صورت نگیره، بیاد مردم نسبت به قصاص و انتقام جویی گذشت داشته باشن. این در کل مسائل بعضی از ارزم بزرگتون بزرگان اسلامی اینو زیاد تاکید میکنه. اما ببینید در هر جامعه یک مشت افراد ماجراجو هم میان ضرباتی میزنن که این ضربات سنگینه، خب، و نهایتا برمیگرده به سیستم قضایی کشور که باید این سیستم قضایی در دنیای امروز علمی باشه. ما این خیلی ضعیف داریم. آقای بهرامی، شما یکی از وکیل مدافعین تعدادی از زندانیان سیاسی و فعالین مدنی هم هستید در ایران، بس در چه قراره؟ تا جایی که تعدادی که به طور قاد بین المللی یکی از اونها فرزاد کمانگره و تعداد دیگه شما میتونید اسم بیاری یا بس چیه؟ من به عنوان وکیل دادگستری راهی جز دفاع قانونی از موکلینم ندارم، بس هر وکیل دیگه. منتها دفاع قانونی من به صورت دفاع خشک قانون نیست. قانون رو اگر دست انسان آگاه بیفته میتونه تفاسیر و تعابیر و تحلیل های مختلف داشته باشه. قانون باید با شرایط جامعه پیاده بشه. اگر این شرایط جامعه ندیده گرفته بشه، دقیقا میشه این چیزا مواد قانونی رو تو دستگاه کامپیوتر گذاشت، فرض برای یک کاری که صورت میگیره بزنید توی کامپیوتر، خب یه مجازاتی هست، نهایتا اون مجازات مشخصه برای این جرمی. اما اینکه شرایط ارتکاب یک عمل خلاف، وضعیت طرف، وضعیت روانی طرف، از کدام وضعیت اقتصادی طرف، سیستم ارتباطات اجتماعی، همه و همه همه اینها از طرف باید قاضی آگاه، باید وکیل مسئول صورت بگیره و اینها تحلیل بشه. متاسفانه تو جامعه ما، تو کشور ما، این نوع تحلیل ها بسیار ضعیفه، عملکرد ها ضعیفه. ما میبینیم که مثلا تو پرونده های سیاسی یک قاضی تصمیم میگیره، بعد یهو میبینیم تو پرونده عادی فرض سرقت مسلحانه و غیره و غیره و غیره 5 تا قاضی میشینه. یعنی اصل 168 قانون اساسی به صراحت میگه، میگه در مسئله جرائم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیئت منصفه باز باشه محاکمه و در ضمن هم دادگاه علنی باشه که جامعه بفهمه چی داره میگذره در دادگاه. و کمتر دادگاه رو ما در این قسمت علنی بینیم و قاضی یک نفره بدون حضور هیئت منصفه عمل میکنه، یعنی قانون اساسی اجرا نمیشه. تلاش من وکیل و امثال من در جهت اجرای همین ضوابط قانون اساسی است که آقا این قانون باید اجرا بشه. این احکامی که صادر میشه، این احکام اصولا خود تشکیل دادگاه، تشکیل دادگاه خلاف قانون، دادگاه است که این مهمتر از همه رعایت تشریفات، یعنی رعایت آیین دادرسی کیفری و مدنی، اینها تضمین کننده حق دفاع مردم هستند. به وقتی که این قانون رعایت نشه، آیین دادرسی رعایت نشه، یعنی ما حق دفاع دیگران رو نشناسیم. حالا شما یه وکیل هم بیارید آقا شما میشه دفاع کنید، خب این وکیل با یک قاضی در فرض مثلا پرونده کرفس کمگر هست یورو به 10 دقیقه، اینا چه تحلیلی میتونه بکنه؟ باید اون قاضی در آرامش کامل، با بینش کامل، بینش مسئولانه و به صورت ایمان به دفاع از حقوق مردم، به حفظ حقوق مردم،
که وظیفه دفاع بر روی وکیل، حفظ حق مردم بر روی قاضیه. وقتی این دو رکن در هم بپاشه، خانه‌ها اون اجرای عدالت و اجرای قانون مخدوش میشه.